مبارکه، تبریک میگم. جناب آقای فرهنگ سرکار خانم تمدان، تبریکات صمیمانه من، معاونینم و تمامی اعضای هیئت مدیره رو بابت تولد نورسیدتون پذیرا باشید. و اما افتخار این رو دارم که به استحضارتون برسونم بابت این رویداد فرخنده هدیه بسیار ناقابلی رو برای شما همکاران عزیز و ارجمند و گرامیمون در نظر گرفتیم. آقای فرامرزی، هدیه لطفا. خیلی ممنونم آقای رادمه. پیشکش به شما پدر و مادر گرامی. تقدیم به شما. چرا زحمت کشیدین؟ واقعا نیازی نبود. اختیار داریم خانم تمدن تا باشه از این زحمت ها. آقای فرهنگ، نمیخواین کیف رو از دست آقای فرامرزی بگیریم؟ علی جان، آقای رادمه با شما بودن. علی پاشو، داره دیر میشه. میگم پاشو، داره دیر میشه. راستی امروز بعد از شرکت باید بریم پیش فرزانه ها. فرزانه کیه؟ مالک قبلی این ماشین دیگه، دوست آرش. برای چی؟ باید بریم اسناد مدارک ماشین رو امضا کنیم. دیروز که اونجوری شد نشد بریم. من امضا نکردی تو؟ به عنوان شاهد چرا؟ ولی به عنوان مالک جدید ماشین نخیر، دست خودتو میبوسه. ای بابا علی، چه فرق میکنه؟ من و تو داریم اگه دوتایی با هم استفاده میکنیم، دوتایی با هم قسطشو میدیم، چه فرق میکنه به نام کدوم یکیمون باشه؟ سه‌تایی با هم استفاده میکنیم، با نینی قسطشو ولی دوتایی میدیم. علی، دیشبم بهت گفتم تا چیزی قطعی و حتمی نشده راجبش حرف نزن. دوست ندارم خانوادمون از همه سه نفره بدونی. بعدش هم اصلا دوست ندارم هیچکس راجب این موضوع خبردار بشه، حتی خانوادهامون. فقط خودم، خودتو، خدا. خودم و خودتو، خدا و خانم زرگر. ملیکا دهنش قرص، خیالت راحت. تا من بهش اجازه ندم به کسی چیزی نمیگه. ولی بازم با این حال دیشب بهش سفارش کردم که توی شرکت جلو بچه ها چیزی بروز نده. چرا اون باید؟ چون ممکنه اگه شرکت بفهمه که من بار دارم، مدیریت شعبه جدید رو بهم نده. اون وقت اومدیم و تصمیم گیری در مورد مدیریت شعبه جدید چند ماه طول کشید. تو با این شرایط بارداری چیکار میخوای بکنی؟ نترس، یکی دو ماه بیشتر طول نمیکشه، تا موقع تکلیف روشن میشه. من سوان کرمی هستم از اداره آگاهی. واقعیه؟ اون ماشین سفیده با تغییر کنید. نه نه برو تو گمشن کردی. آره آره آقا، من کار خودم هم نمیتونم جناب سروان. چقدر حرف میزنی؟ جناب سروان نمیتونم، من نمیتونم به دیتون میگه باشه. برو تب نزن، برو دیگه. مراقب باش، مراقب باش، خونه هاست. مراقب باش، خونش نکنی. نه جان سر، فقط یه چیزی من دانشگاه کلاس دارم. نه ترس، غیبتت با من، من حلش میکنم. تو فقط الان برو. آقا من آرزو هم دارم، من نمیرم یه بر. اگه جون تو دوست داشتی کلا کاسکت میذاشتی. آقا من همیشه میذاشتم و این دفعه یادم رفت، معذرت میخوام. برو گمش نکنی. چش، فقط آقا یه چیزی الان تو کجا باید بریم دنباله؟ یه من بنزین ندارم، نفیچه نره تا کرجات چالوس بردم برنامه برم. فقط خواهش میکنم، التماس میکنم. تو فقط امون چشم خوش رو دواز کن، نه دهنه. باشه، میچشم. باشه. الو، واسه بگیم
آقا موسیقی خیلی مخلص آقا موسیقی ما بهش خودت تو پلیس شدی دوست کن ببین چی دارم بهت میگم من دارم سوزار تعقیب میکنم خب یه تیم پشتیبانی آماده میکنی تا من بهت موقعیت رو اعلام کنم تا بعد خب سلام من آقا موسیقی میرسون دیگه باشه 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 همین مقال باشه همجور سمت کنم بخری باشه برو دنبالی زود باش من با این موتور نمیتونم درم تو بایده و اردم که آخه یاده شو برو دیگه من فکرم منظورت اینکه با موتور دارم من نکه استرس دارم انا یه نفتاری نه بابا خودت پیاده شو برو داخل ساختمون ببین چی کار میکنه تو کدوم واحد میره آخه چرا من برم چون قیافه من قبلا دیده میشناسه الان ببینت هم میگرفه چیز می حراست می ترسه می چی میگم یعنی فرار میکنه بعدش هم زحمات چندین و چند ماهه ما رو به هدر میده اصلا اون وایسادی بعد نمیری واقعیتش روح هم به تغییر گریز یکم من می ترسم واقعیتش من می ترسم از چی می ترسی پسر جان ما تو کار بعدی نمی خوایم بکنیم می ترسن یه اونا بخوان کار کنن اونا هیچ کاری نمی کنن ببین فقط میری داخل یه آمار میگیری همین بعدش هم یه پادش تو پول نواسات میگیرم چه دیگه رو میگیرم؟ خیالم راحت باشه خیالت راحت راحت نه بابا خودم حواس هم هست میدم چکار چه مراقب باشه حواس هم هست مراقب موتور من باشید دیگه باشه چشم جنب سرهر جانم خواستم ازتون فقط یه تقدیری هم بکنم بابته بابت شبایی که ما خوابیده بودیم شما تا صبح بیدار بودیم اون چه وظیفه هست خواهی نکردیم شما میتونستین اسم ما تا صبح بخواهیم هر شما رو بابا اینجا واسدی واسمان برو واسد ماموریت یکی بدو میکنه آسانسور داری؟ بله یعنی از آسانسور میترسی؟ آره من خیلی میترسم نه ترس، هیچی نمیشه سلام امرتون هیچی یعنی چی؟ با کی کار داری؟ پس پشت در واحد ما چی کار میکنیم؟ همین جوری که سیا بیا چیه؟ ببینین آقا چی کار داره پشت در خونه ما؟ چی میگی؟ من واقعا هیچی ندارم الان بگم چه کاری آقا شما داری با من میکنی؟ آقا سیا من توضیح میدم کجا داری من میبری شما؟ میخوام ببرم پیش لابی من باش دستم سیا آقا سوی تفاهم رو بگیرم توضیح بدم آقا سیا فکر میکنم شما اینجا چی کاره ای آقا میشن؟ من این مهندس شده چرا این چیزی میدی عربی سر پای پاشو زد پوشم عربی سر پای چیه عزیز من دانشجوی مملکت من جایگاه اجتماعی دارم اسم من تو اینترنت بزن فعلا هیچی نمیاد ولی ان شاء الله برنامه زنگ بزن سعیدا بگو چند تا مامور بفرستن اینجا آقا سی خود سعیدا دریا منو فرستادن اینجا یعنی چی نداره که الان سعیدا دهن در میخواد بهت نشون بدم سعیدا رو بیا یا من دروغ ندارم به اتایم که جناب سروان جناب سروان چون نیست خوب هست پلیسی در کار نیست موتورم هم نیست این قرار بود رو موتورم بشینه مراقبت کنه از موتور من آقا پلیس هم دوست از کار در اومد آقا نگین تو خود الان زنگ میزنم صد و موبایل هم نیست طرف چی بشم زده کیف پولم هم نیست شانس آوردی لباس تن تو در نهی برده بیا بریم آقا میشن بیا بریم دعاشمون تعطیله آقا تو رو خدا زنگ بزن صد و ده موسیقی
سردار، جناب سردار. سلام آقای شکوفه، روزتون بخیر. تمدن هستم. تمدن، مدیر بازرگانی شرکت. بله خودم هستم. نه خواهش میکنم، یکم گلو ملتهب شده، صدام گرفته. نه ممنون. میخواستم ببینم که عدد پیشنهادی شرکت واسه مزایده این هفته مشخص شده. چون میخواستم نامشو بنویسم، برای همین سوال میکنم از خدمتتون. ممنونم. خانم زرگر، یه دقیقه تشریف میاری اتاق من؟ جانم، یه زحمت میکشی بری پیش خانم صمدی ببینی بهدونه داره؟ بهدونه؟ آره، این تعجب نداره که اون معمولا از اینجور چیز میزا داره. واقعا نمیدونستم. آره برو ببین، اگه بهتونه داره ازش بگیر، با یه لیوان آبه جوش، صدام گرفته، خیلی کلافم. باشه میرم عزیزم، ولی به نظرم یه چند روز مرخصی بگیر، برو خونه قشنگ استراحت کن. نگران اینجا هم نباش، من حواسم به همه چی هست. به خاطر یه صدا گرفته یه مرخصی بگیرم؟ فقط صدات که نه، کلن نشنی دکتر دیشب چی گفت؟ ای تو نشنی دیشب چی من بهت گفتم؟ چیزی نگفتم که بدم کسی اینجا نیست. حالا اگه کسی بشنوه چی؟ خانم تمدن. بله بفرمایید. با عزتون. بفرمایید، بفرمایید، بشینید، خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. اینم عدد پیشنهادی شرکت خدمت شما. شما چرا زحمت کشیدی؟ میگفتین خودم یا خانم زرگر میفرستادم ازتون تحویل میگرفتم. خواهش میکنم، چون خیلی محرمانه بود ترجیح دادم خودم شخصا بیارم خدمتتون. بعدم می‌خواستم مطمئن شم که خودتون تشریف دارین. راستشو بخواییم به خاطر صداتون به شک افتادم. فکر کردم یه نفر با اتاق من تماس گرفته و خودشو جای شما معرفی کرده. عرض کردم خودم هستم، فقط یکم صدام گرفته. بازم به هر حال خیلی لطف کردی. اختیار دارین، میدونین که دوست دارم کارا با نظم و دقت انجام بشه. با عزتون. خیلی خوش آمدید. چی شده؟ میتونم بشنم؟ بشین، بفهم. چیزی یادت نمیاد؟ خیلی عجیبه، اصلا هیچی یادم نمیاد. یعنی تو با این سن و ساله یه شماره خانوادت نباید حفظ باشی؟ دانشجوی این مملکتی؟ درست میگی، ولی این روزا ذهن خیلی وابسته به موبایل شده. نه، واسه ذهن من اینجوری نشده. من همین الان 30 تا شماره حداقل حفظم. خب منم اونجوری بلدم، مثلا من شماره آتش نشانی رو بلدم، همین 110 خودتون رو بلدم، شماره اورژانس رو بلدم، شماره زنگ واحدمون رو بلدم، وابسته به اون زنگ واحد شماره انبار. بس دیگه، بس. ولش کن. گفتی از خانواده فقط خواهر تهران زندگی میکنه؟ بله، پدر مادرم اصفهانه. شاغله؟ پدرم بله کار میکنه. خواهرت؟ خواهرم هم کار میکنه، با دومادمون توی یه شرکت هم. خب اسم محل کارشونو بگو، ما شماره اونجا رو پیدا میکنیم، زنگ میزنیم بهش. آفرین، چرا زن خودم نرسی؟
از توی اینترنت راحت میشه شماره شرکت خواهرامو پیدا کرد، درسته؟ اسم شرکتشون رو بگو بقیه‌اش رو من اسم شرکت رو بگم. اسم شرکت، اسم شرکت یکم سخت از این سسیلابی هاست. خب فقط میدونم واردات و پخش محصولات بچه و اینا رو دارن. ببین اسم شرکتشون رو باید بگی، یا حداقل اسم محصولشون رو باید بگی به ما. محصولشون گفتم که برای بچه هاست دیگه. خب گفتیم. خب من، ما تو خانواده اصلا بچه کوچیک نداریم، سر همین هم اصلا پیش نیومده که بخوام محصولشون رو به نزدیک ببینم. ببشکن این شکلیه دیگه ها؟ آره دیگه تقریبا همین شکلیه. یعنی چی تقریبا؟ این بر اساس گفته های تو چهره نگاری شده؟ آه اینو من گفته بودم دیگه. بله آخه بینید چی، من بیشتر تفنگش نظرم رو جلب کرد، برای همین اصلا فرصت نمیشد من چهرهش رو ببینم. چهرهش هم میخواستم ببینم من ترسیده بودم دیگه. خب پشتم نشسته. همینجا بشین تو من برگردم. امروز اصلا نباید میومدی. حالا من نمیدونم این دکتر رو به من تقویتی داد یا تضعیفی. عزیزم چه ربطی به اون بنده خدا داره؟ اینا همش به خاطر فشار عصبی و فکر و خیاله. حالا الان چند روز میره خونه قشنگ استراحت میکنی، ذهنت آروم میشه، میشه همون شیرین سابق، بعد برمیگردی سر کار. نگران اینجا هم نباش، من حواسم به همه چی هست. باید دائم با من در تماس باشی یا پاکت مزایده رو توی یکی دو روز آینده باید تحویل بدیم. باشه خیال راحت، تو فقط مراقب خودت باش. علی آقا مراقب هر دوشون باشین. حتما. برو. خدافظ. 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 میگم موافقی قبل از اینکه بریم خونه یه سر بریم پیش فرزانه؟ اینجوری فردا پس فردا هم لازم نیست خونه بری بیرون. اگه خیلی طول نمیکشه بریم. آره خیلی طول نمیکشه، همه چی آماده است، فقط مونده امضای تو. بریم. چی شد؟ کسی نبود؟ خیلی عجیبه، همیشه این ساعت خونه بودن. یعنی خدایی نکرده اتفاقی افتاده واسه شون؟ نمیدونم ممکن. نه خدا نکنه. بابا میخوای ببرمت خوابگاه؟ نه خوابگاه نمیدونم، الان بچه اونجا بفهمن ایسکام میکنن، من باشون راحت نیستم، نمیتونم ازشون پول بگیرم. اینجا همیشه از خواهرم پول میگیرم، اینجا راحت ترم. بیارس این چی کاری پیشت باشه؟ آخه بگیر عزیز من، تو خواهرتون رو بیان تور میکشه بتونی بری سر کوچه یه چیزی بخری. دلیلش چیه فقط؟ عزیز من این قرضه، برگشتی کلانتری بعدم بده. فقط چیزی، ولی دستتون درد نکنه، فقط قرضه. بله قرضه، میای کلانتری میگیرم. قرض از همه میگیرم. من دارم میرم، فقط مطمئنی خونه خواهرت هم اینجاست؟ آره جناب سرما، من موبایلمو کیف پولمو موتورمو از دست دادم، حافظه‌مو که دیگه از دست ندادم. من خیلی سم دانشجوی مملکتم، کیفمو نگاه کنین پشتمو همه جزوه است، همیشه در حال تغییر و مغزم خیلی دارم کار میکنه. حالا یه سیم کارت یه گوشی جدید تهیه کن، اگه نیاز شد ما بتونیم با تماس بگیریم. رو چشم فردا بله وقت بالا تشریف نمیارین؟ عزیز من خودت کلید نداری؟ آره فعلا کاری نداری؟ فداتون خدا نگهدار، دستتون درد نکنه بابت اون پوله. آژیر میزنید دارید میرید؟